این پسر آرمان علیوردی است. آرمان علیوردی بچه 21 ساله بوده، طلبه بوده، بسیجی بوده. این بچه حزب اللهی ها توی اسپیس های ما میاد، خب با بعضیشون حرف میزنیم، بعضیشون تو همین دوره 5 هفته‌ای چون بندگان خدا احساس کردن که این فیلم هایی که بهشون نشون دادن وجدانشون رو آزرد، سکوت کردن. بعضیشون اصلا با جمهوری اسلامی مخالف شدن. بچه 21 ساله است، 21 ساله ای که چه میدونم هنوز خیلی راه داره که بفهمه کجا قرار داره، نداره و غیره. توی اکباتان گرفتنش بهش گفتن که بگو مرگ بر خامنه ای، بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، و این آدم بالا مقاومی بوده و نگفته. و من فیلمش رو نتونستم کامل ببینم دفعه اول. باز دوستان گفتن اگه میخوای برنامه امشب ببینی برو فیلم رو ببین. و این آدم تمام سر، صورت، خون، بعد بردن، شکنجهش کردن، برش گردوندن، فیلم گرفتن ازش و بعد هم کشته شده. خودشون میگن شهید شده، به قتل رسیده از نظر جنایی. بچه 21 ساله. تلویزیون جمهوری اسلامی هم با همون فرمت باقی مانده در دهه 60 حالت با خانوادهش مصاحبه کرده، با چه میدونم بچه کوچیکی مصاحبه، همون سیستم های چم رسانه‌ای قدیمی دیگه که به دل جامعه نمیشه. و همین خیلی اصلا نمیدونن که این کی هست، حتی نتونستن روایت کنن که چه اتفاقی افتاده. اما این فیلم رو نگاه میکنم فکر میکنم که چی میشه که در یک جامعه مثل ایران در عرض 7 هفته این رسانه های تبهکار وهابی و سلفی و تکفیری با ذهن مردم ایران یا حداقل بخشی از اون جامعه کاری میکنن که اینها هم دقیقا مثل تروریست های سلفی و تکفیری یک همسن خودشون رو شکنجه کنن و جلوی دوربین نشون بدن. و این فیلم پخشه و این فیلم به جای این که باعث انفجار خشم عمومی شه که بس کثافتا و تقاضای این شه که برن قاتلان رو بگیرن، برن تست دی ان ای بدن، برن دستگیرشون کنن و بیارن و یک اتفاق عمومی باشه، این فیلم دست به دست میشه و یک نفر از اپوزیسیون، یک نفر از اصلاح طلبا معروف، یک نفر از شخصیت های شناخته شده جامعه، علی کریمی، سلبریتی ها، علی دایی، تمامشون، تمام جامعه، اصلا کاری ندارم من، نه چپ هم نه راستم، خب تمام جامعه، یک نفر بلند نمیشه و بگه که ایست، این خط قرمز، این ما در تاریخمون هیچ وقت اینجوری نبودیم. ما مغولا اومدن ایران، ما مغولا رو آدم کردیم، خب از دل مغولها ایلخانیان در اومدن، از دل مغولها چه میدونم شعر و ادب و مینیاتور و فرهنگ در اومد، ما اونها رو از درون عوض کردیم، ما این نبودیم. چی میشه که کودتای رسانه‌ای اسرائیل و سعودی در ایران، چون کودتای رسانه‌ای دیگه، کودتای رسانه‌ای سعودی، اسرائیل و آمریکا در ایران در این سالها ما رو به اینجا میرسونه که ما یک بچه 21 ساله رو سلاخی میکنیم چون بهش میگیم جمله بگو و نمیگه. در انکیزاسیون اروپا این اتفاق میافتاد، در قرن 16 و 17 در دادگاه انکیزاسیون یا اینکوزیشن یا تفتیش عقاید این اتفاق میافتاد. فرد میگفتن بگو که مثلا زمین دور خورشید نمیچرخه و اگه نمیگفت سلاخیش میکردن. شما چه دموکرات هایی هستین؟ اولین شرط دموکراسی اینه که من هر چیزی خواستم میتونم بگم. این یه قانون اول آزادی بیان دیگه. شمایی که از آزادی بیان سلمان رشدی برای اهانت به مقدسات 1.5-2 میلیارد مسلمان دفاع میکردید، شمایی که از آزادی بیان شالی ابدو و اون کاریکاتوریست های دانمارکی برای توهین دفاع میکردید، چی میشه؟ چی میشه که این جوان آزادی بیان نداره که فوش نده مثلا با آقای خامنه ای؟ حقشه دیگه، آزادی بیان و آزادی فکر. چی میشه که شما به این سطح از شناعت، رزالت میرسید که این فیلم دست به دست میشه و هیچ کمتون جلوش عربده نمیزنید و نمیگید اناف از اناف، کافیه، کافیه، کافیه. یکی از دوستان میگفت نوشته بود که شما شبیه آن چیزی شدید که با آن مبارزه میکنید. من میگم هرگز، هرگز، هرگز. جمهوری اسلامی
هرگز در بدترین روزهای دهه 60 که حالا به خشمی هم درش بود و اینها، حداقل در ظاهر از چنین چیزی دفاع نکرد. خب در ظاهر جرأت نکرد و الان این فیلم داره دست به دست میشه و آدما نگاه میکنن و خیلی میگن که حقش بود، خیلی دیگه میگن که چه میدونم بچه‌ها عصبانی هستند دیگه، خشم در جامعه زیاده. یک نفر فریاد نمیزنه پرت کنه موبایل اونور و بگه که این کثافت محضه، این کثافت محضه، این شبیه اتفاقایی که تو کشورهای دیگه باعث تظاهرات سراسری میشه. یک بچه 21 ساله رو سلاخی کنن چون نگفته مرگ بر خامنه ای. اصلا باور نکردنی است، باور نکردنی است که در عرض 7 هفته و این انقلابیه که بایدن میگه شجاعت مردم ایران، اونور آلن بدیو فیلسوف فرانسوی میگه که سیاست های نو، سیاست ورزی، فرم های نوی سیاست ورزی در ایران داره شکل میگیره. اسلاو ژیژک میگه که مردم اروپا باید از مردم ایران بیاموزن و از این همه زیبایی در فلان. تشویق تشویق تشویق، قشنگ چه میدونم تو برو تو خیابون آدم بکش، برو تو شریف بگو که فوش خار مادر بده. خب تمام تابوهای اخلاقی جامعه رو بشکن، تابوهای تاریخی ایرانیت رو، ایرانیت، ایرانی، ایرانی، آن چیزی که ایران رو حفظ کرد. خب نه شاهاش بودن نه چه میدونم برای تاج و تختش بود، ایران رو فرهنگش حفظ کرد. خب اون چیزی که اجازه داد که از حمله اسکندر، حمله اعراب، از حمله مغولها، از دو قرن استعمار بیرون بیاد، خب ایرانیت و فرهنگش بود. و شما در این دو ماه تمام تابوهای تاریخی ایران رو زیر پا گذاشتید خب، و جامعه رو اینقدر مسخ کرده بودن بخشش رو که بخش از اون جامعه صداش در نیامد و ضمناً بغل اینها وایساد. اصلاح طلبای معروف، اونایی که کتاب پشت کتاب درباره فلسفه اخلاق در دهه 70 و 80 ترجمه کرده بودن، همه ساکت. همه آصف بیات از جنبشی بودن قضیه میگه، اون یکی همینطور. ما یه برنامه خاص در مورد جامعه شناسان خواهیم گذاشت خب، ولی باور نکردنی است، باور نکردنی است که ارزش‌های اخلاقی به این شکل. و اون طرف اگر اشتباهی کنه تمامشون میشن مارتین لوتر کینگ، تمامشون میشن نلسون ماندلا، تمامشون میشن گاندی. اگر چه میدونم طرف مقابل حکومت، حکومت اگر خطایی کرده باشه اینجا، یک بسیجی یک فوشی بده این وسط، خب تمام اینها میشن جنبش عدم خشونت. یعنی این سطح استاندارد دوگانه، این سطح به شکلی استفاده ابزاری از اخلاق در تاریخ این کشور واقعا وجود نداشته.